در گفتگویی که پیشتر با بوریس زیلبرمن معاون کمیته روابط پارلمانی بنیاد دفاع از دموکراسی داشتیم، از او پرسیدیم آیا تحولات اخیر در دریای سیاه به ویژه در رابطه با ایران منجر به برهم خوردن ژئوپلیتیک منطقه خواهد شد؟ بله، اوکراین یکی از منابع قاچاق سلاح در بازار سیاه است. سلاح‌های دوران شوروی، قطعات موشک و سایر جنگ‌افزارها که از اوکراین قاچاق می‌شود. این یک مشکل بزرگ است. راه جلوگیری از آن هم قطع دسترسی خطوط هواپیمایی است که سلاح‌ها را در اختیار گروه‌های تروریستی در سوریه قرار می‌دهند. ناوگان ناتو باید در این زمینه فعال‌تر شود. از آقای زیلبرمن همچنین پرسیدیم افزایش احتمالی گشت‌زنی نیروهای ناتو در دریای سیاه چگونه میتواند بر فعالیت‌های ایران در منطقه تاثیرگذار باشد. در گشتنی ها باید بیشتر کشتی هایی را زیر نظر داشت که راهی سوریه هستند. محموله های قاچاق سلاح از این راه به سوریه می رسد. بنابر گشت ها علاوه بر زیر نظر گرفتن تجاوز روسیه در دریای سیاه، باید مواظب نقش و تحرکات ایران هم باشند.